تو ماش از تو شروع میکنیم. از تازه ترین اقدامات ژاپن علیه روسیه و بلاروس برامون بگو. ژاپن فهرست تازه یا سیاهی تازه از تحریم ها رو منتشر کرده. این کشور قبلا هم صدها مورد محصولات و فراوری های خودش رو به خصوص محصولات پیشرفته رو صادراتشون رو به روسیه و بلاروس ممنوع کرده بود، ولی حالا نزدیک به 300 مورد تازه رو اعلام کرده، از جمله بیش از 260 محصول در زمینه نیم رسانه ها و تولیدات و قطعات مخابراتی و 26 مورد فناوری سخت افزاری و نرم افزاری، از جمله برنامه‌های مورد نیاز برای تولید تراشه‌های حافظه. این تحریم‌ها به خصوص از سوی کشور پیشرفته‌ای مثل ژاپن به این خاطر اهمیت داره که یکی از اهداف کشورهای غربی این هستش که در واقع جلوی ورود و ارسال محصولات پیشرفته به خصوص تراشه‌های حافظه و نیم رسانه‌ها را به روسیه بگیرن، چون به گفته کشورهای غربی محصولات به طور مشخصی در نهادهای نظامی و در تولیدات و محصولات نظامی روسیه استفاده میشه. ژاپن در این حال شماری از محصولات پالایشگاهی به نهادهای روسی و دو نهاد بلاروس رو هم تحریم کرده. وزارت بازرگانی ژاپن البته تاکید کرده که صادرات و به صورت ارسال محصولات و کمک‌های انسان دوستانه به روسیه و بلاروس بلامانع است و همچنان هم ادامه پیدا خواهد کرد. صادرات ژاپن به روسیه در حدود 7.5 میلیارد دلار، این رو باید بگم که تقریباً 1% کل صادرات ژاپن در سال 2021 به کشورهای مختلف بوده. اما مهمتر از همه اونها، آنچه ژاپن هنوز انجام نداده به اصطلاح قطع واردات نفت و گاز و انرژی از روسیه است، به این خاطر که ژاپن به شدت به محصولات و انرژی از کشورهای دیگه وابسته است، خودش تقریباً هیچ دسترسی به انرژی نداره و مسئله واردات به اصطلاح انرژی برای ژاپن مسئله امنیتی است. به خصوص بسیاری منتظرن ببینن که ژاپن در نهایت در مورد شرکت در پروژه های ساخالین 1 و 2 در شرق دور روسیه چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا قطع خواهد کرد همکاری خودش رو در این زمینه با روسیه یا نه.